و در خبری مرتبط با ایران، دولت کانادا روز چهارشنبه با انتشار یک ارزیابی جدید اعلام کرد که حکومت ایران در کنار روسیه و چین تهدید سایبری اصلی برای امنیت ملی این کشوره. کانادا به جامعه جهانی هشدار داد که نفوذ سایبری جمهوری اسلامی به مرزهای خاورمیانه محدود نمیشه و کشورهای غربی رو هم هدف گرفته. بر اساس این گزارش، عوامل وابسته به جمهوری اسلامی کارزارهای فیشینگ علیه ایرانی‌های مهاجر و مقام‌های کانادایی به راه انداختند و برخی بخش‌های کلیدی مثل صنایع دفاعی و مخابرات کانادا رو برای دستیابی به اطلاعات هدف قرار دادند. کانادا گفته تلاش‌های مستمر حکومت ایران برای ردیابی و نظارت بر مخالفانش از طریق نفوذ سایبری به چالشی جدی و روزافزون برای این کشور تبدیل شده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی و فناوری که از کانادا به مهمان ما هستند. آقای صارمی‌فر عزیز، سلام، خوش اومدین. ابتدا برای ما بگین جمهوری اسلامی با این اقدامات سایبری در کشور کانادا چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ بله، این گزارش در حقیقت برنامه تهدیدهای سایبری علیه کانادا در سال 2025 و 2026 است. به طور خاص به 5 کشور اشاره میکنه، اما خب در درجه اول همون 3 کشوری که فرمودید به ترتیب چین، روسیه و ایران بیشترین تهدیدات سایبری رو به کانادا وارد میکنن. تهدیداتی که از سمت گروه‌های سایبری وابسته به جمهوری اسلامی انجام میشه، حالا این گروه‌ها دو دسته هستن: گروه‌های وابسته به سپاه و گروه‌های وابسته به وزارت اطلاعات که هر کدوم اهداف متفاوتی دارن. بعضی از اینها در راستای همون در حقیقت نبرد سایبری کلانیه که جمهوری اسلامی به خصوص با محوریت حمله به اهداف اسرائیلی از بعد از 7 اکتبر سال گذشته پی گرفته و خب دامنه اینها به کشورهای دیگه هم کشیده شده. در این گزارش اشاره شده به برای نمونه هک سایبر اونجرز که کشورهای دیگه‌ای که اهداف شرکت اسرائیلی بودن و از اون که شرکت محصول خریدن تحت تاثیر قرار گرفتن. خب شرکت‌های کانادایی یا نمونه‌های کانادایی هم بودن، اما مهمتر از اون در کانادا جمهوری اسلامی هدف خاصش دیاسپورا یا در حقیقت جامعه در تبعید ایرانی هست که در لایه‌های مختلفی نقش دارن. هم ما شاهد کمپین دادخواهان پرواز هواپیمای اوکراینی هستیم، هم سایر فعالیت‌های سیاسی که به خصوص بعد از جنبش مهسا و چک گرفت در کانادا که منجر به در حقیقت قرار دادن سپاه پاسداران تحت فشار و به هر حال در لیست های تحریم شد. دولت جمهوری اسلامی و هکرهای جمهوری اسلامی سعی میکنن با ایجاد از یک طرف با ایجاد در حقیقت روابط خاصی با افراد مهمی که تاثیرگذار هستن در این کمپین ها، اونها رو گمراه بکنن و در حقیقت از این طریق بدافزارها و نرم افزارهای جاسوسی رو در دستگاه های اینها نصب بکنن و از طرف دیگه با استفاده از اطلاعاتی که به دست میارن و ترکیب اونها با اطلاعات غلط و درست روی نقاط تفرقه آمیز و اختلاف افکنانه هم در داخل در حقیقت مخالفان جمهوری اسلامی، هم در اون افرادی که تاثیرگذار هستن در جامعه سیاسی کانادا، سعی میکنه که این نقاط تفرقه انگیز رو در حقیقت که از اون هک‌ها یا از اون اطلاعات به دست میاد رو به نوعی بولد بکنه و دیگران رو تحریک بکنه. در سوشیال مدیا به خصوص گفته شده که اکانت های وجود دارن که هدفشون وابسته به جمهوری اسلامی و هدفشون تاثیرگذاری بر جامعه کانادا. حالا اینها اهداف در حقیقت بیشتر ایرانی هستن که هکرهای جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنن، اما اهداف دیگه هم هستن که هکرهای جمهوری اسلامی بهشون حمله کردن. دقیقاً از اهداف دیگه میتونم بگم که در این گزارش اومده که هک شبکه‌های اینترنتی زیرساخت‌های کانادا، مثلا مخابرات یا زیرساخت‌های دفاعی. جمهوری اسلامی چرا این اقدامات رو انجام میده؟ با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌های کانادا یا گرفتن اطلاعات، و از چه طریق این کار رو میکنه آقای صارمی‌فر؟ بله، در مورد در حقیقت حملات به کانادا میشه گفتش که اون حملات که هدفشون زیرساخت‌های کانادا هستن، یک هماهنگی وجود داره در طبق این گزارش بین روش‌های چینی‌ها، روس‌ها و ایرانی‌ها. اینها
همه سعی میکنن با بدافزارهایی که تقریبا نحوه عملشون مشخصه بتونن نقاطی رو پیدا بکنن که به درون این سیستم ها به درون سیستم های مختلف نفوذ بکنن. خب حالا چین در این گزارش ذکر شده که اهداف سیاسی داره مثل جمهوری اسلامی، اما اهداف اقتصادی هم داره. ما شاهد این بودیم که مشکلاتی برای شرکت هواوی در کانادا پیش اومد. اما هر سه کشور، یعنی هم چین هم روسیه هم ایران، با از واژه سرکوب فراملی در این گزارش استفاده شده، به قصد سرکوب فراملی سعی میکنن به زیر ساختهای کانادا حمله بکنن، یعنی کسانی رو که به فضای سیاسی داخل اون کشورها تأثیر دارن اما در تبعید هستن، در مثلا در کانادا هستن، و اینها به دلیل اینکه در حقیقت جامعه قوی در کانادا دارن، جمهوری اسلامی به دنبال اینکه اطلاعات اینها رو از طریق این زیر ساختا به دست بیاره تا بهشون فشار بیاره. حالا خب چین ما میدونیم که حتی پلیس فیزیکی هم به طور فیزیکی نه فقط دیجیتال حضور داشته در کانادا و در تورنتو و هم ونکوور، چند ایستگاه پلیس مخفی حزب کمونیست چین کشف شده. اینها یک مجموعه ای هستن، یعنی این عملیات هکری رو نباید تک تک نگاه بکنیم، باید یک مجموعه رو کامل به صورت یک پارچه نگاه بکنیم که اهداف کلی رو دنبال میکنن، که مهمترینش همونطور که جاستین ترودو هم گفته، در این گزارش هم اشاره شده، در حقیقت دستاندازی و از بین بردن المان های دموکراتیک در کانادا، به خصوص در دو انتخابات پیش روی این کشور. آقای صارمی‌فر، اخیراً خیلی گزارش منتشر شده از حملات سایبری جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف از جمله اینجا در آمریکا برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری که تا چند روز دیگه 5 نوامبر قراره که برگزار بشه. برای ما بگید که این هک اطلاعات، این اقدامات سایبری جمهوری اسلامی چقدر میتونه موفقیت آمیز باشه برای حکومت ایران و چقدر تبعات جدی و خطرناک داشته باشه برای کشورهای غربی؟ برای کشورهای غربی، خصوص دموکراسی های غربی، یه مقداری این فضای کلی که در انتخابات دست برده میشه خب خطرناک است. اما در حالت کلی هکرهای جمهوری اسلامی با وجود اینکه حملات پرسرصدایی انجام دادن، تأثیرشون در لحظه خیلی تأثیر عمیقی نبوده. مثلا تونستن ریزساختهای رو دستکاری بکنن ولی خیلی سریع جلوش گرفته شده. نگرانی در مورد هکرهای جمهوری اسلامی، به خصوص اونهایی که به هکرهای کمپین های انتخاباتی حمله میکنن، اینه که اینها فضاها رو آغشته میکنن با اطلاعات میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، اطلاعات غلط و درست و غلط رو با هم قاطی میکنن و بعد اینو منسوب میکنن به اون هک هایی که میگن این اطلاعات از این هک ها به دست اومده و بعد اینها رو پخش میکنن در فضای اجتماعی. در شرایط کانتروورشیال که سطح در حقیقت فشار جامعه میره بالا و به هر حال به خصوص در آستانه انتخابات قرار میگیره، در شرایطی شبیه مثلا نوامبر ژانویه سال 2020 قرار میگیریم، اون وقت این اطلاعات غلط ممکنه که منجر به تحریک گروه های اجتماعی بشه و اتفاقی پیش بیاد که در کنگره آمریکا 4 پیش اتفاق افتاد. بنابراین از این لحاظ خیلی خطر جدی در محیط داخلی در حقیقت افکار عمومی در ایالات متحده داره و درست نمیدونیم واقعا چه پیش میاد، چون وقتی شرایط آشوبناک میشه دیگه اون وقت پیش بینی دقیق کارهایی که میکنن مشخص نیست. مثلا هکرهای روسی تمرکز میکنن روی یک ایالت های سوینگ ووت با این هدف که آرای الکترال رو روش تاثیر بذارن، اما هکرهای جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال آشوبناک کردن و به هم زدن فضای سیاسی داخلی ایالات متحده یا هر کشور دیگه که انتخابات آزاد داره برگزار میکنه هستن. همینطور که چینی ها در تایوان مثلا نمونه این کار رو انجام دادن. آقای صارمی‌فر، این گزارش و گزارش‌های مشابه نشون میده که حکومت ایران به یک بازیگر اصلی در عرصه جنگ سایبری تبدیل شده. به نظرتون جامعه جهانی چه اقداماتی میتونه برای مقابله با این حملات سایبری انجام بده؟ یک نکته که باید بهش توجه کرد اینه که حملات سایبری که جمهوری اسلامی به کشورهای دیگه انجام میده تعدادشون زیاده، سرصداشون زیاده، اما به معنی ضعف عمومی در دنیای آزاد نیست. بسیاری از این حملات خوب در حقیقت در موقع مناسبش خونسا میشه، اما به هر حال وقتی این آثار
به خصوص روی در حقیقت غیر نظامیان داره. اون چیزی که در اروپا و آمریکا دیدیم، این کمک میکنه به در حقیقت نیروهای سایبری این کشورهای مختلف به خصوص ناتو که کنار هم قرار بگیرن. اما متاسفانه اون چیزی که در نهایت ما میبینیم فقط اعلام اسم این هکرها، اعلام جایزه برای پیدا کردن اونها، ولی در نهایت اینها این هکاشون دارن ادامه میدن، تعدادش کم و زیاد میشه ولی کامل رونده همچنان رو به رشد. در این گزارش اومده که سالی 25 تا 26% درصد داره حملات به کانادا افزایش پیدا میکنه.